خب بازی دوم هم شروع شد. من فعلا با درف چیز میکنم. این دفعه ای رو بند دادن، حالا آیا رو باید بند بده سیکرت به نظر من، مگر اینکه پاپی باز قدی نشون بده و آیا رو بند نده. اگه آیا ببین، اگه پاپی آیا بند بده اینا مانکی میکشن، اگه پاپی آیا بند بده مانکی رو میکشن به نظرم. اوجی اگه مانکی رو نکشن سیکرت مانکی رو میزنه، حدس میزنم. بذار ببینیم فرست پیک چی میکشن. مانکی هست، اسنپ فایر هست، الدر هست. الدر رو کشیدن، الدر رو کشیدن. حالا این ور مانکی رو میتونن بکشن، اوگر هم میتونن بکشن. آه اسنپ فایر بنه، خب خوبه. اسنفایر رو حواست نبود. میتونن مانکی هست، میتونن اوگر هم بکشن دیگه. انچنترس کشیدن. خب اون یکی رو چی میکشن؟ پاپی اگه اینجوری بزنه بعضی وقتام پیک دو سولو میدش رو میزنه. من دیدم. 10 seconds remaining. مگنوس رو اکثرا زای بازی میکنه، نیشا هم مگنوس کور بازی میکنه، ماتوبا هم مگنوس یک بازی میکنه، ولی مگنوس رو فکر کنم زای بازی میکنه. خیلی قابل پیشبینی چیز که البته مگنوس یه جوری پیکی بود که اوجی نکشه بیشتر، یعنی الان اوجی باز دوباره چیز داره، تاید داره، بعد دیگه اورسا داره. اورسا و تاید خیلی خوبه به نظر من. اورسا و تاید برای اوجی. مانکی کشید، مانکی اینا کشیدن دیگه. مانکی هم نمیدونم چقدر خوب باشه. آه من اومدم. چون که الان که یکی بهترین پیکاس. خب الان دیگه چیزایی که بعد اینا بند کنن احتمالا دیگه سیکرت دورسا رو بند میکنه با این وضعیت. احتمالا اورسا بند میشه. مانکی و اوجی کشید این دفعه. ارچیکر رو بند دادن. چه فکر نمی کنم ارچیکر بکشن. احتمال داره روبیک بکشه. یپزور سیکرت به نظر من باید تاید اورسا بند کنن. مانکی و کور هم اوجی بازی میکنه، آفلین هم بازی میکنه، زیاد معلوم نیست چی به چیه، ولی من به نظرم اورسا تاید باید بند کنه سیکرت. تمپلار بن خوبی بود. تمپلار و کلینکس سومیل قشنگ یکی از بهترین استراتژیاشونه دیگه. معلومه حواسشون هستش پاکت استرات اوجی چیه. تمپلار همیشه پاکت استرات اوجیه، یه استراتژیه که یهو رو میکنه پیک آخر. اونا چی میتونن بکشن؟ اونا چی بهم میدن؟ جاگو بندارن. خودشون که مگنوس جاگز میزنن، خود اوجی. ولی من فکر نمیکنم سیکرت. نه ما نظر راجع به اسپن چیه برای سیکرت؟ با تعجب اینکه الف تایتانم آرمان رو کم میکنه. نه زیاد دوست ندارم اسپن. فانتوم اساسین باز بدم نمیاد چون مگنوس دارم. فالکن بلید میل استروم بخره با مگنوس، اون بیلد پی ای مگنوس. مورف رو بند دادن. بعد اورسا هم بدم نمیاد بکشه سیکرت. سیکرت اورسا پی ای اینجور هیرو باید بکشه الان. فکر کنم یه هیروی دیگه هم یا از نیشا یا از ماتو بهم بدن اوجی، مثلا یا فانتومی بهم بدن. فکر نمیدونم پی ای بهم بدن. میدن اورسا پی ای رو میتونن کنترل کنن. آلردی باید تا پیک
برای پی اون قدی اوضاعشون بد نیست، هم بالانس استرک دارن هم استامپ الدر تا قبل بی کی بی پی ای، به خاطر بعید بدونم امبر رو شاید استورم نیشا رو بند، هیرو نیشا رو بند دادم، یه هیرو هم بعد بالاخره نیشا بند میدادم، حالا که استورم بند دادن آرک واردن تاپسون یعنی قراره ببینیم به نظرت یه دفعه رو کنن یا نه همینجوری دیفالت بند دادن استورمو. جلو اینا که جلو مگنوس انچنترس که فعلا اذیت نمیشه اگه آرک واردن بخوام بکنن وویدو بند کردن چی میکشن؟ اورسا باید بکشن به نظر من. ایریستل هم احتمالش هست کلن. ببین مورف بنه، تمپلار بنه، وید هم بنه، برای سومیل مثلا کلینکس مونده که بخواد بازی کنه، سیکی هم مونده، ولی سیکی معلوم نیست جلو مگنوس بکشتش. ممکنم از اورسا را اگه نکشن دوباره بکشه. این رانه راسته دیگه سیکشت زده تو پیکای سوسشر قشنگ زده تو انچنترس و اینا وین رانر رو اینا دیگه چی هستن؟ وین رانر رو یبزور میره یا نیشا میره؟ چی کشیدن اصلا؟ السی کشیدن خیلی، تا اینجا پیک اوجی خیلی قوی تره آجی. پیک زده بیاد بزنه بره کلینکس رو زدن دیگه، کلینکس رو اگه نمیزدن بند میداد پاپی احساس میکنن با لژیون 100%، چون این لژیون سپ خیلی فضا مثلا ایجاد کننده ای اسپیس خودش رفتم برای دو یک اوجی به نظرت. بذار ببینم چی میذارن درفت، پاپی یه چیزی بزن سورپرایز نمون کن تو رو قرآن. تینکر هم آره ممکنه تابسون بکشه، هیچی برای تینکر ندارم، خیلی آدز داره با لژیون هم خیلی جوابه، اون چند ثانیه که لژیون تو دوئل میگیرتشون میاد قشنگ نوکش رو خالی میکنه و میره دیگه واسه. اصلا این وین رانر رو کشتن قشنگ نمیدونم الان چی میکشه، یعنی قشنگ مغزم قفله، اینجوری هم که نمیدونم چی باید بکشن. اورسا رو کشیدن، اورسا رو من به جای وین رانر گفتم بهم میکشیدن، سر وین رانر گفتم به اورسا میزدن، حالا الان اورسا رو زدن ولی اورسا وین رانر، وین رانر 4 مگنوس 3 اورسا 1 انچنترس 5، یعنی الان سولومید بند میدن اوجی. ببینیم اوجی سولومید باید بند بده دیگه، شاید هم ویند بره مید پوز 4 باید بند بده. اورسا رو برو کیلینگز چطوری میبینی نریما؟ حالا لژیونی که تو لانشار کار ندارم بعدش که ببین اورسا دستش به کیلینگز برسه میزنه کیلینگزو، ولی کیلینگز اسکادی مسکادی میاره نمیدونم بک اپ، کیلینگز خیلی دمیجی که وارد میکنه تو فایت از اورسا بیشتره، فارمش از اورسا خیلی سریع تره، خیلی 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 فارمش از اورسا سریع تره، ولی این اورسا مگنوس داره. یعنی این اورسا مگنوس داره آد... یعنی اگه اندازه کلینگز فارم کنه که خب معلومه اورسا اوکیه میزنه کلینگزو، ولی نکته اینجاست که این کلینگز یه عالمه کانتر اینیشیشن داره، یک باندس استرک مانکی هست، خواب الدر هست، الان کونکا رو بند دادن، کونکای نیشا رو، اون برم دقیقا همین، فکر نمی کنم مگنوس سولومیت باشه، فکر می کنم مگزایه. دی پی واسه اوجی، والا همه چی واسه اوجی خوبه، لاین اپ تا به اینجا کار کیلینگز جلو همین تینکر باید من بدم به نظرت، یا این طرف اورسا جلو لژیون و حالا الر یا مانکی چی شو السی جلوی کی گفتی؟ منظور این که کدومی که کریا الان به نظر تا اینجا کار تو لینینگ استیج لاین راحت تری داره واسه فارم کرد، چون خیلی مهمه دیگه حالا کدومشون زودتر بتونه آنلاینش بیاد جوین فایت ها بده که مسلما احتمالاً
اورسا زودتر آنلاین شه، اون طرف سومل بره واسه میلس روم و بستگی داره پوز 5 کلینگز کی باشه، الدر باشه یا ال سی باشه، خیلی فرق داره. الدر باشه کلینگز خیلی راحت تره، اما اگر چیز باشه ال سی باشه نه اورسا راحت تر به نظرم. ال سی اگه نوتیل باشه خب پیچ لاینشون یه ذره ضعیف میشه، ولی اگه الدر نوتیل باشه سب ال سی باشه یه ذره خوب فرق میکنه داستان. ببین این ووکر رو تینکر به هم به هم بدن، اخ 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 تینکر رو بکشه تویی بزنن به سیکرت ها، اونی بعد بزنن سیکرت رو. الان تینکر بکشه هیچ هیرویی نیست، استورم هم بنه، زئوس هم که جلو اینا هیچی نی، هودوینک کشید بعد خرسه قشنگ تینکر رو میکشید میبردن. یادش نبود تینکر رو فکر کنم. زارتی کشید یه ذره فکر نکرد. ببین تینکر رو میزد اصلا نه من هیچ پیکی نداشتن مید بزن، چی میخواستن زئوس بزنن؟ زئوس بزنن جلو مانکی 4 لیجن کامندر کلینگز چیکار میخوام بکنم؟ میپرن سر صورت زئوس پارش میکنم. هیچ هیرویی نبود جلو تینکر اگه میزدم. ببین نمیگم هودوینک بده ها، نمیگم هودوینک بده، هودوینک هم بریک میکنه، اورسا هم بریک بشه به درد نمیخوره، ولی همین، فقط همین. دستا به زمین یه چیزی نداره دیگه، همینه دیگه. خیلی خوب بذار ببینم این ور چی میکشن جلو هودوینک. ببین یه نفر که بابا به خدا اصلا آدز الان وین رانر رو بده وسط جلو هودوینک باور کن، یه پوز 4 واسه یه ابزور بکشه بغل چیز دهن کلینگز رو سرویس کنه. یه روبیک هم به درد نمیخوره این داستان. روبیک بذار ببینیم میدم، شاید یه میده خوبم بتونه بکشه. الان این برم تینکر بز، اصلا تینکر من جلو مانکی دوست ندارم، رو درخت مرخت ها ویژنش رو میگیره مانکی الدر. بابا آرکوارنم بزنه واسه نیشا شورت در تینکر رو زد. بله رفت تینکر زد. آخه ببین من آره خوبه اوکی تینکر هم بد نیست، ولی دوتا چیز دارم برای تینکر. یکی اینکه مانکی ویژن میگیره، دو اینکه خب هودوینک و الدر هم از دور میتونن یه بلاهایی سر تینکر بیارن، سه اینکه شارد السی خیلی تینکر رو اذیت میکنه. ببین تینکر رو من دوست دارم، بازم تینکر هم واسه سیکرت دوست دارم، ولی مچابش رو با هودوینک اونقدر نمیدونم چجوریه. احساس بکنم هودوینک تو لاین قوی تره از تینکر، و احساس میکنم تینکر تو این بازی اگه لاین خوبی نداشته باشه گنگ کردن واسهش خیلی سخت داره. یا حتی ببین لاین خوبی تینکر نداشته باشه بزنه تو فارم، مپو از دست میدم، مپو از دست بدن، ویژن برتر و اوجی داره، ویژن و اوجی داشته باشه تینکر به درد نمیخوره. ولی لاین اگه بتونه پسش بر بیاد نیشا خیلی خوب میشه. من بعد پردیکتور البته یه دقیقه میرم میام و پردیکتور رو میزنم میام. بله همین، من خیلی دوست دارم راستشو بخوای سیکرت ببره، خیلی دوست دارم سیکرت ببره، ولی پردیکتور یعنی ولی نمیدونم واقعا بر چه اساسی بزنم. یعنی اگه سیکرت با وین رانر پوز 4 ببره دیگه واقعا جالب میشه. من به نظرم اگه چیز آر پی خورشون ملس باشه چرا تینکر رو جدی چرا اوجی نزد؟ یعنی واقعا نمیدونم چرا اوجی تینکر نزد، هیچ پیکی نداشتن که جلو تینکر خوب باشه، هیچی. یعنی برود قبلیه تینکر رو میزد پاره میکرد، این برود جدیده هم جلو تینکر هیچ گویی نمیخوره قشنگ. یعنی این برود جدیده هم به درد نمیخوره جلو تینکر، که بگی برود میزد مثلا پارش میکرد. خیلی عجیب بود اوجی تینکر رو نزد. خب توتال نمبر اف تریز دیستروید چی دارن؟ چیزی دارن که درخت دیستروید کنه؟ هودوین که یه درخت اضافی هم میکاره برات. زای مگنوس ببین 51 تا 175 احساس میکنم.
وین رنجر 51175. ناره 51175 من حسن تیم اینه. with the most kills at the game end OG team secret. حرس میزنیم سیکرت ببره دیگه. قلبی میزنم به سیکرت. مغزی نمیدونم منم هم نی هم منم حس میکنم سیکرت میزنه پاره میکنه این گیمو. نمیدونم چرا یه همچین حسی دارم. من دوست دارم سر تینکر بعدم نمیاد بزنه پاره کنه. اولین تیمی که اولین پلیری که 15 دینای میگیره 15 دینای میکنه فکر میکنم نیشا شاید با لیزرش ای بزنه و دینای کنه. پلیری که اورسا آره تو این لاین اورسا لاینش خوبه که جلوی مانکی و چیز دیگه. البته نه نمیدونم. پلیر هو پلیسز ده موست ابزروار یکی از ساپورترها پاپی مثلا پاپی بیشتر پاپی زیاد وار نمیکاره لامصب. بذار این پاپی بذار اعتقاد ما اعتقادمون رو به پاپی بزنیم. چی؟ Voting was closed. بله. What? داداش هر چی من زدم ووتو درست زدم. حذف کرد. چرا؟ همه نه برای من نه نه درست شد. فقط آخری ها نگرفت برای من. فقط کلن نگرفت. کلن حساب نکرد. What the fuck. کلن نگرفت. گیبن کلاب. خب آقا من کمرامو گذاشتم رو برادکسته یه داره میرم بیا. از اینا پولی گرفتیم دیگه 75 دلار رو داده بهمون دیگه خوشش نمیاد. بابا بسته دیگه هی هی درست پردیکت میکنی انا قضیه داره بردی دیگه. بابا بیا برو بچه بیار بی بیار بی. خیلی خب آقا اوکی لان پاین نوتیل اومده یابسور اذیت بکنه. یابسور کوریر نوتیل رو کوریر نوتیل رو داره میزنه بود تازه تیپش هم میکنه حسابی درگیرن لاین وسط هم یه نگاه لسید دینای من بندازم. 5 تا لسید یه دونه دینای تابسان 3 تا لسید سومیل سومیل نه نیشا ببخش بوشفک به نیشا میزن لاین وسطش به جفتشون کمه حسابی هم دیگر رو اذیت کردن. لاین بالا سه و ساکسه در مقابل ماتون با من و پاپی وسط احساس میکنم فرست بلاد رو بتونن از همدیگه بگیرن. اگه لیزر رو برسه بزنه به تابسون خیلی هم اگریسیو داره بازی میکنه. نیشا اونجا بخواد همچین کاری بکنه یه دونه راکت میزنه فعلا هیت سیکینگ میشل و میسایل حتی بوشفک به کسی برخورد نمیکنه. و بازی در آرامش خاصی فعلا در حال پیگیری. آیا آکرونشات میزنه اونجا هرچند تابسان که بتونه باش فارم میکنه. خب این طرف با لیزر اذیتش میکنه حسابی در تلاشن که به باتل برسن. نیشا باتلش رو خریده. این طرف تابسان هنوز باتل نداره حداقل دستش نرسیده تو کوریره. ای من پردیکتم الان آورد. آره فقط پردیکت آخریه رو ازم نگرفته. دقیقه دوه و همچنان سومیل لسیت اوله با یه اختلاف خیلی کمی بعد خوبی سید رو داره و تلا ماتونبا اومد بینشون اضافه شد. لان ماتونبا رو بزنه من یه نگاه بندازم ببینم چطوریه. اون سه و خیلی تونسته اذیت بکنه پیش کمه ولی خب لسیت دینایش اندازه ماتونبا. حالا یه سلبم دریافت میکنه اونجا دوباره این سری کوریر سومیل رو کشتش. یابسور با یه دونه رینگ آف باسیلیوس اونجا اونجا که نوتل زدار هم داره میبینه و اینو آخر همشن بکشن عقب بالا فرست بلاد رو فکر کنم بگیرن با تونبا. بله سپ موفق میشه فرست بلاد رو بگیره با یه دونه میسچیف اتک آخر ما تونبا رو داشت وگرنه فرست بلاد رو تقدیم میکرد. حسن یه نکته ای هم که داره این الدر طولان خیلی قویه ولی انچنترس چیز میکنه پرج میکنه این دمیج الدر رو. یعنی الدر هر چقدر هم دمیج داشته باشه انچنترس یه دونه اینجوری انچنت میزنه روش دیسپل میکنه
کل دمیج الدر میپره و این یکی از کانترهای خفن الدر توی لاین. چنگ لینینگ الدر رو میبنده دیگه، هر چقدر با آسترالش بخواد تلاش بکنه راه به جایی نمیبره. یبزور و ناتل پایین درگیرن، یه دونه ایت سیکینگ میشایل میسایل نیشا میزنه به تابسون، برخورد میکنه، تابسون هم رفته یه دونه اینفیوز رین دراپ خریده جلو تینکر. خیلی خوبه آقا این اینفیوز رین دراپ، چون همش نوکه دیگه، بعد اون نوکه رو نخوری یه اونقدی اذیت نمیشی. به نظر میاد نیشا بعد نزده جلوی تابسون، من فهمی کردم تابسون تو لاینش سر باشه ولی نبود، نه نیشا اوکیه جلوش. یه پریمال اسپرینگ ماتروما هم اونجا حضور داره، شروع میکنه اتک دادن به سه، به اسپیش خیلی کم میشه با اوبر پاور، یه چند تا اتک میخوره لحظی ترم میست نداره و آره لحظیتش هم که میست نداره. من یه نکته میخوام بگم، حالا زیادم ربطی به بازی نداره ولی توی همین بازی ما یه دونه امپاور داریم، یه دونه اوور پاور داریم، بازی قبلی هم یه دونه اوور چارج داشتیم سه آیو. کلن با اوور و پاور و چارج و این صحبت ها آیس فراگ رابطه دوستانه داره، بالا سه با میکشه یا نه، سه تریدنس داره، تریدنس رو میرسه بزنه، استامپ ساکسن نجاتش داد و نذاشت که کیلش رو کلن. وضعیت چیز خیلی بده، نیشا 15 تا دینای کرده آقا، بردیم دیدی نیشا دینای کرد، نیشا 15 تا دینای کرده چطوری؟ بله 33 تا لسید 15 تا دینای. حاجی تابسون چیکار داره میکنه؟ الو من اسم میارم بودوینگ اصلا اوکی باشه، قوی ترم باشه از پینکر، ولی نیشا زده پاره کرده. آره خورده که گوشبکش هم کلا میستاد، اون وسط هم وسط کار گرفتنه چه هیچی که میسال بهش میزن، لیزر رو میزن سر ساکسا، ساکسایی که تقریبا دیگه تموم شده کارش، ماجیک استیکش رو یوز میکنه، یه دونه اتک دیگه میخواد که پریمال اسپیرینگ میاد، یبسور کیل رو میگیره، میره بانتیرون رو برداره یا نه بانتیرون رو برداره، میتونه وین ران تیپی کنه، برخورد وینران هم داره و خدافزی میکنه با سباستیانی که روتیت کرده بود بیاد اینجا. چقدر بد شد واسه اوجی، قشنگ یبزور نبودی دوتا کوریر کشت، الان اینطوری اومد کیل الده رو گرفت، بانتیرون رو برداشت. یبزور قشنگ کار میده ساخت ها، آره همه کار داره میکنه. این برم زای جالب نتورد، یکی سیکرت اصلا فیریه جلو کلینکس، السی پنج خیلی کاری نمیکنه دیگه، السی پنج اونقدری چی میگن تهدید نیست واسه زای. استک نشد، نه نشد، صداش اومد صداش بکنم، صدا اینشنتا بود، صدا اینشنتا بود، نه اینشنت هم اینشنت اون ور ایلر استک کرد یه لحظه، صدا استک اومده خدا میکنه استک نشد. آره آقا این پنج یا چهار نوتیل الان، چهار دیگه نوتیل پنجه ساکسا چهار. آقا این یه ذره برای من هضمش سخته، السیه پنج یه کوچولو من روشن کن نریم. ببین السیه پنج شارت میگیره دیگه، کار میخواد بکنه، دیسپل داره الان بزن بکنم کشتش بکنم، آر پی هم خورد بنده خدا داره با اوتو اتک میزنه، تایی زای بیچ خیلی کمه، السی اتک هم نداره حتی یه دونه سیک که تو کولدانه با نمیشه نمیده شا بلاین زد ترتمیز شیپ کرد اونجا. ببین یه آیرون برنج کاش زای چیز کرد بلاک کرد، بعد زای قطعش کرد با کویلین بله، خیلی خوب بود، همین انتظارشو داشت. چه ایلوژن داجی داد تابسون، حتی فکر کنم اتاکه خورد، نمیدونم یه جوری بود انگار انگار خورد ولی اصلا کنم اگه میخورد بعد میمرد. حالا هم باتل ریفیل از نوتل، ببین آره LC5 بیشتر در حد یه شارده که روی پرستی اتکش میاد و علاوه یه از دور حالا یک میزنه و رو بی کی بی کنترل داره، دوئل میکنه کسی که بی کی بی میکنه رو اینتراپ میکنه همین. آه بعد خب اون خیلی به نظر من اون حالا سر دوئلش مثلا اولتیمیتش خیلی
ریسک و ریواردیه دیگه، یعنی اگه دوئل بده دوئلا رو ببره اصلا اونجوری دمیجش دوئل بیاد بالا. نمیزنه که دمیج بگیره، خب دوئلی که کیل بگیره نمیزنه، دوئلی که مثلا یکی داره فرار میکنه بگیرتش، یا یارو بی کی بی کرده مثلا یه چیزی داره چنل میکنه کنسل کنه. و فکر کنم سب میدونه رفتن روشن، سب خبر داره، روشن هم نمیزنن با پاپی، چون که اینجا وارد کاشتن دیدن سب روتیت کرد وارد سب و چیزی، این روتیشن سب رو دیدن با وارد. زای نتورد یک بازیه، من همیشه میگم تو گیمایی که زای تاپ نتورد گیم واقعا باید بترسین از بازی، خیلی اوضاعش خوبه، هم رینگ آف هلس داره هم سور رینگ داره هم پاور ترت داره، اصلا اوجی اینطوریه که آقا اینو بیخیال، اینو که نمیشه کشتش بریم جای دیگه مپ ببینیم کار رو کجا میرسه. رفته داره اینشنت میزنه دیگه، داره اینشنت میزنه اون طرف سپ برن روشن میزنن، یا باید انشنت رو سکیور کنن یا روشن رو، که به نظر میاد سارم چقدر اذیت کرده. حالا بوکان کامند یه دونه راحت بوکان رو گرفتن دیگه، بک میکنن، نیشا هم حضورداری پاور شات میزنه. ببین که زای اومده دیگه، روشن مال سیکرته، زای اومده این ور ساکسا نیست، دارن ساکسا رو پایین میبینن، این روشن ترای کردن نداره اصلا، ندارن دیگه، چیکار میخوام میکنم، شارپ شوتر میخواد بزنه شاید بوشفک داره. اوه چه دابل شکلی دو نفره، همونو اسکیور کن مرد، اصلا به اسکیور نمیرسه، اسکیور رو میزنه تو درخت ها و یه حلال دابل شکل یپزو رو زایی باشه که به نظرم سومیل یه ذره راست شو بخوای تایم اشتباهی یا واسه اینشنت زدن انتخاب کرد، میتونست واسه تو لاین یه ذره بیشتر فشار بذاره، هیست داره، لیزر هم داره، میکشتش یه لیزر چیز. آره به نظرم میتونست بمونه سومیل، هم روشن رو دادم هم لاین رو دادن فری فارم که کشی مثلا دوتا اینشنت استک بزنه، خب زودتر میزنین دیگه، میترسیدن شاید سیکرت بگیره اینشنت استک رو با مگنوس و تینکر، ولی نمیارزید روش بدن براش، خیلی زودتر اومد. حالا هرچند الان میلستورمش اومده ولی این تاب نتورت، آره میفهمم، آیا ارزش داره؟ یعنی همچنان میتونه ادامه بده این داستانو؟ ستا کور سیکرت خیلی بالا، آره همین رو مخصوصم بگم، اختلافش خیلی با بقیه کوروش هر چند کردن پیدا زای کرد مانکی رو گذاشته، یه شکل هم بهش زده به مانکی و مانکی مجبوره که بک کنه پاور پایین رو، احتمالا میام واسه اینکه بندازم پرج ماتون بام، تقریبا داره میاد هزار تایی های بلید آلاکتیش رو خریده، یه ارچاک میزن از سب شروع میکنه به شوتر تک بزن، اون طرف تو جینگو مستری سک میکنه، میرسه یه سک دیگه بزنه که جینگو مستری بگیره هیلشو بیان، نه که نه، یه میسایل از تینکر میخوره و میسچیف هم نمیتونه داجش بده، سب نوتیل تابسان ساکسا همه اومدن تاوریه که سیف رو سیف کنن، شراب شوتر رو میزنه، یه آکرون شات هم زده بود با بوشک، خب پایزی نداره ارچاک، نوتیل رو میکشن اونجا، بله بوکان کامل رو هم که استفاده میکنه، ولی خب هم ماتوما دوشه آر پی هم 5 ثانیه دیگه ردی میشه، سب رو داره چیس میکنه به دنبالش دیگه نمیره، ارچاک شوتر رو میزنه که بیاره بیرون خودش رو نجات بده، فایده نداره، بقیه تیم اونجا کمک میکنن که ساکسا کارش تموم شه، بین درخت تابسون حضور داره فرار میکنه با اسکیری خودش، ولی خب نمیدونم بتونم بگیرنش نه، سونه هم باتیل کرده اومده، سونه داست هست الان خیلی سونه لاکار خیلی احساس میکنم، درخت ها مونده، آره اینطوری که بره ببینن میگیرن، سنتری هم الان دارن الان بارده سنتری دارن میبیننش، ولی خب مووی نمیدن که تشخیص بدن به سنتری هم، به این امید که شب برگرده که برم نمیگرده، سونه همونو میکشه میره جانگل، تابریه که پایین رو عدست دادن نریما دو تا کم حد تابلوش کرد قضیه رو، فارمشون از دستشون در اومد و اون پلی استایلی که ما میدیدیم که اوجی چهار تا میشدن میرفتن فایت میدادن که این سومیل با کیلینگز فارم بکنه رو این بازی نمیبینیم ازشون، چون نمیتونن همچین کاری بکنن جلو اورسا، همچین کاری بکنن باز از اون حالت هست که اورسا دوست داره استقبال میکنه فایت بده، یعنی عین بازی قبلی که میرفتن فایت بدن اوجی میرفت با اورسا فایت بده، این طرف استقبال میکردن فایت میده، حالا این بازی هم دقیقا همونه، اوجی دوست داره که فایت بده فضا بخره واسه سومیل، این طرف هم میگه آقا میخوایم فایت بدیم بیایم بدیم، آر پی داریم اورسا داریم
ایکس تینکر داریم خجالتتون در میام اگه دوست دارین بیه. اونم نمیاد تینکر آوانیش بیاد شورتو در میاره دمیج دیگه کم نمیارم. بعد میدونستی که بذار این ببینیم فایت وسط چی میشه. وسط تاور رو گرفتم بالا دارن تراش میکنن ترید کنن آوانیم تینکر کومبو با چیز مگنوس. آخ نوتیلو فکر کنم گرفتن کشتنش وسط الدر هم کشتن دو تا کیل همزمان گرفتن چون هم میکنن اوجی نفهمیدم ولی چیز کومبو آقانیم تینکر با آر پی سر این که دو تا لیزر میزنه درختشو میکنه نه سب سری با تیر دنس پیرمال اسپری فرار میکنه دیدش بله درختشو زد درختشو زد و یک کاسه براش سه تا پیمونه کشید گذاشت جلوش گفت بفرما برو 24 ثانیه بخور برگرد بیا با هم دیگه صحبت میکنیم. به به داشت میره میره تاور بالا رو هم بگیرن قشنگ سه تا تاور یکا رو با این با یه دونه ایجیز یه پلی شاید نه چندان جالب که زای یه ذره افتاد جلو همون یه ذره افتاد جلو افتادن جلو باعث شد که بیان روشانو بگیرن سه تا کیل بگیرن و با یه دونه ایجیز تاور یکای تیم بوجی رو کامل جارو بکنن و اوجی هم پاسخی نداره بده و اصلا علاقه ای هم نداره الان تو ایجیز اورسا بخواد فایت بده. اورسایی که الان نتورس یکه دیفیوزال بلید داره و پشت سرش آرپی داره پشت سرش تینکر داره شکل داره این اورسا نباید انقدر نتورس داشته باشه ولی سر این پاور داره دیگه. او پاپی پیدا کرد فهمید قضیه رو نمیخوام دوئلش کنه بکشنش نمیکنم بکشنش میده اورسا میاد شروع میکنه زدن و پاپیه که 10 تا دمیج رو میگیره همه شروع میکنن از در و دیوار فرار کردن تا اسم ماتون با من رو تو صفحه خودشون میبینن. تابسون بین درختا واسطاده اسکریش هم همچنان روشنه فعلا چیزی رو نشون نداده. نتورس افتضاح عقب تابسون نه که الان بوشبک میزنه که تیپی بکنه موفق هم میشه خود چیزی نداره بخواد بی خودی زدن شد. من نمیدونم این هودوین که لسته همین تینکر رو الان میدادن تابسون یه جوری هر رو سیکرد رد میشدن شیه پیکاوین رانر نمیدونم انچنترس اورسا مگه هیچ کاری با تینکر نمی کنن هیچ کدومشون همین رو تینکر رو میزد اوجی قشنگ رفت تو پاچش پیک تینکر رفت تو پاشه بیست تا دیگه آقانیم تینکر میاد ببین آقانیمش هم بیاد با آرپی کمبوه هر کدومشون لیزر دوتا میشه بعد لیزر الان ای او ای دمیج میده دوتا لیزر میشه دوتا چیز دوتا 320 دمیج که 640 تا دمیج میزنه تازه بدون اسپلم حساب کردم پیور تو آرپی پایین گرفتن حالا پایین ماتون با آبزانو میبینه بهش پرسی اتک میده ولی فایده نداره سریع این بچه روبا و کاراشو تموم میکنن هودوینگو میکشن و میرن که تاور دو رو بگیرن اصلا نان استاپ رفته رو ابجکتیو سیکرت یه لحظه پیرمال اسپرین رو میزنه که بخواد فرار بکنه پاپیو اونجا به دنبالش هست بوکان کامند رو نزده هنوز حالا استفاده میکنه ماتونبا زیر پاشه این لول انرژیش میزنه یه آر پی دو نفره خیلی خوب سومیل هم گرفته اونجا اسپیتو میزنه فایده نداره میکشن اونجا سومیل ساکسا رو تمام کرد تیم وایپ میکنه اونجا تیم اوجی رو میشتره کنن و میرن که تابه رو بگیرن. حالا حاجی هم اورسا رو باید اوجی پیک میکرد یعنی من تو درفت گفتم هم گفتم اورسا رو اوجی میزنن که نزدن هم چیز رو گفتم هم این تینکر رو گفتم به هم میزدن که نزدن بعد تو پاچشونه من اصلا نمیدونم اوستا میره واسه تابسان بوشترک میزنه میتونه مسکری فرار کنه یا نه یه دونه شاپ شوتر میزنه اونجا بره کنه اورسا رو به حداقل موفق خیلی فیلی ناموسن این تیکه بود بین که یعنی دقیقه 18 بازی ببین هنوز یه دونه نیلستروم نداره و با این وضعی که عقب افتاد دو برابر اورسا نتورس عقبه دو برابر تینکر هم نتورس عقبه یعنی دو تا کور اون طرف داره که دو برابر تابسان این که پوزیشن دو اوجی عقبه. آره خیلی عرضی میخوام بکنه 10 گیمینه 18 واقعا زیاده وضعیت و میدوننم که این دانره پوز 4 یه افزور چقدر خوب بازی کردیم ببین اصلا دنبال نیستن کسی رو پیک آف کنن اپ نداره سومل هر چقدر میخواد الان بره فارم کنه ما انقدر جلوییم که میریم ابجکتیو میگیریم تاورا رو دارن دونه به دونه فقط میرن سراغ تاورا الان دو پایین زدن حالا دارن اومدن وسط که دو وسطو بگیرن سب یه تلاشی داره میکنه بالا رو پوش بده ولی خب جلو کی جلو تینکر چطوری میخواد تنهایی پوش بده اونم تینکری که حالا آقانیمش هم رسیده
حالا میان اضافه میشن. تابسون اسکریت داره، بوشبک رو نزده هنوز، حالا بوشبک رو میزنه، نیشو دگر میکنه، بوشبک رو نمیذاره بهش بخوره، نمیگیرنش، میسایل میزنه. حالا از اون طرف زای میاد اضافه میشه، ساکس هم حضور داره، قشنگ پنج من تابریکر رو دیگه بگیرن دیگه. درخت چه گونده شده، صفر رو درخت. نمیدونم چرا گونده شده. این دیفنس میتریکس این چیز باعث شده دمیج نخوره. بوشبک رو زد تا شاپ کش کنسل نمیشه. یعنی یک این یارو چیز ایکون شات هودوینگ خورد بهش، ولی بینینکش کنسل نشد دیگه. دیفنس میتریکس چیز میکنه دیگه. چقدر میزنه؟ 240 تا دمیج ابزورب میکنه. 240 تا نمیزنه یه دونه شاتش. یه اسموک 4 زدن. ببینیم میتونم اونجا کسی بکنه. ساکتار سری میبینه ما تو با من کارا دفتری ادالیشو انجام میده. یه ایول زدن تو سر نوتیل که نوتیل رو با سکیور میاره که اون وسط بکشنش. فقط اگه نوتیل یه دوئل ریزم اون وسط میداد، یه حس رنک آرکون برای ما تدایی میشد، ولی خب همچین کاری نمیکنه دیگه. روشان هم یه دقیقه و 10 ثانیه دیگه اگر زود بیاد ریسپان میشه. سپ بین درخت در تلاشه که فرار کنه، ولی دقت کردی واسه سپ چقدر جواب دارن؟ یه پاور شات دارن، اگه درختشو پیدا بکنن میندازن اسکیور دارن. آره هم اسکیور دارن، هم پاور شات دارن، هم کیوبلیت داره دیگه. چقدر درخت قد شده تا حالا؟ خودی 45 تا. هنوز تو پردیکتمون هست. هی این وین ران میزنه، هی درخت بیشتری قلب میشه. خنجر به قلب من میزنه یبزور. نکن پاور شات به قلبم نزن یبزور. این کار با من نکن. تو رو خدا همه درخت ها رو لاین میکنی، یه پاور شات به دومادت پاور شات نزن یبزور. هر کاری میکنی به دومادت نگو. آخ نری ما نظر بزنیم شارد وین رنجر چی الان او بالا اورسا رو گرفتم. دوئل دو تموم میشه. چه چیز میره؟ این ویج هم داره. چهار نفر روشن دیگه، ناموسن بکشید دیگه، کیل سوم بازیتون رو بگیرید. خب الان این موقعیتیه که نریمان جان سیکرت یک کیل دیگه بگیره و بازی به عدد مقدس 322 برسه و ما یه سالکو رو ببینیم دیگه. اگه 23-22 بشه چه دوست دارم. خلاصه اسم همه 322 رو ما ازتون ببینیم. 322 ایلومیناتی و دیگه نمیدونم اینجا اونجایی که بعد ایلومیناتی اسپم کنیم. دقیقه 22 بازی 322 بشه اینا همه شیطان پرستیم. این نشون میده که ما دستای پشت پرده رو رو کردیم و با هوش بسیار بالا و ذکاوت خوبی که داریم، ذکاوت ایرانی و آریایی خودمون، تونستیم اون آریایی قلیان میکنه. آره تونستیم 322 رو کش بکنیم و نماد فراماسونی رو خلاصه تشخیص بدیم. حالا انقدی که این بازی پسیب شده که اون یه دونه کیلر رو سیکرت نتونه بگیره، خودشون هم البته الان گرفتن. 322 دقیقه 22 بازی، دقیقه 22 بازی دیگه چی میخواد؟ دیگه چی میخواد که نشون بده این گیم هماهنگ شده است و تمام. اصلا تموم تو دقیقه 22، تو دقیقه 22 322 میشه بازی دیگه. واقعا ایلومیناتی از ریل چت. من روشان هم دارم میزنن تازه الان دارن ما رو بازی میدن. اینا همش کار غربه، داریم بازی میکنیم. الان برنده تی های مشخصه، ما کاری نمی کنیم اینجا. بلند شد ایرانی. اوه زای پیداش کرد ولی بعد آر بیزد آر بی که یه ووپس هم زد. آقا من سوالم این بود، این شارد وین رنجر رو چطوری باش الان؟ شارد وین رنجر به نظرم راستش رو بخوای میمه. مثلا بیلینک میخرید خیلی بهتر بود از شارد، ولی خب میمه دیگه خریده. بذار من که تا الان چیزی ندیدم. ماتومبا رو شارد زد بالا مثل سگ، کشتن، نتونست کسی رو سیو بده از دوئل. نمیدونم مگه اینکه بره جلوتر یه چیز خوب از شارد شده. یه از تیم اوجی دیدید یه دونه اسکلتون شده. آها از روشن کشوندشون بیرون شارد میکنه. بچه دابل شکلی زد یبزو، دابل شکل ترتمیز بکن کامت. زای اسکیو رو میزنه، سومیل رو میبره تو شکم تیمه سیکره، در تسبیتر میخوره به ماتون با منی که ردیش روشن کرده. ساکسا رو موفق میشن بکشن اونجا یا نه؟ از این طرف با نیشا داره با میسایلش دمیج میده، دمیج سنگینی هم داره میده. ساکسا کارش با اون موشک همون میشه. تابسانو با یه دونه
دگر و یه دونه شاک ویو کارشو تموم میکنه. روشان هم که با 70% اشمی اونجا منتظر نفس بود. دیدی با شاردش از تو روشن کشوندشون بیرون، بعد یه دابل چکل بهشون زد، فایت کلا عوض شد. یعنی با بیلینک نمیتونست این کارو بکنه. منتظر نفس من بود که یهو مثلا بزرگترین بیگ پلی بازی رو یهو بزنه. چند تا درخت خرد شده؟ 268 تا. خوبه چت هنوز وقت داریم دیگه. اوجی نمیدونم چرا جی جی رو نمیده. وقتشه بدی. 75 دلار ما منتظره. حالا همین رو دارم میرم هایگراند که این بر یه اسکیور سپ عجب بد موقعیتی مرد سپ. 72 ثانیه بدون وای بک، بدون دخالت دست کشتنش، بدون درد و خونریزی حتی، یعنی یه طوری کشتن اصلا یه قطره خون از دماغ مانکیش نیمد. میدونم چی حاضر وسط رو دارم میگیرن. بای بک هم من داشتم بای بک ها رو چک میکردم که یه دفعه کارای سبو کردن. بای بک فقط یه دونه الدر داره. حالا یابسون چه میکنه؟ بادبازی اکو رو نمیرسه اونجا، آر پی رو بزنه، نوته دوئل رو میده فید و اونجا اعمال میکنه و ده تا دونه بونس دمیج میده به زای. چهار نفر رو کشتن. نیشا قشنگ رنده شون کرد. اون لول اصلا گیل فورس ما بهش میگیم باد وین رنجر. شاید اگر 333 هم بشه تا دقیقه 33 دیگه مطمئن میشیم که این گیم نتیجهش از پیش تعیین شده است. دو اعمال میکنه تابسان، بای بک هم داره، ولی دیگه این بازی نریم به قول خود از اون بازی هایی که بایستی تو پلتفرم، آره پلتفرم مردمی اونلی فنز دنیا مردمی. این شارد اینا رو خیلی رو مخاج آکسا رو میکشن، گیل فورس سباستیان رو هم میکشن، الر داره تیپی میکنه که او هم فیت بده. 333 شد شاکه ایت اسپیریتر. یه دونه اسکیور که تابسان رو میبرن باش پینگ پونگ بازی میکنن اونجا با تابسان، کاراشو میکنن و ماتون با من خیلی هورمیبار دوئل رو دوباره میده که فید. حالا این سری به چینکر بده، موفق میشه که فیدو بده. نو تیل بونس دمیجی که داره خیرات میکنه دیگه. شب چهارشنبه است و خیر انبات این بونس دمیج رو داره میریزه تو جوب و در دیوار. یه تیم وایپ خیلی تر تمیز و هنوز پر رو قرقمشکی واستادن تو گیم. 4:37 بازی عقب، 24 کی تو 26 دقیقه عقب و جی جی رو نمیدن. 66 رو قراره ویدیوش رو توی اونلی فنز تماشا بکنیم. چت این گیم توی دقیقه 66 بازی 6 تا کیل اوجی و 66 تا کیل سیکرت میگیره و همچنان بازی ادامه داره. هنوز جی جی ندادم، ولی خب ویدیو رو فقط میتونید توی اونلی فنز تماشا بکنید. سبو میگیرن به روش آنجلو ساکسونی اونجا میکشنش و میره تو کومیلا. خوب شد خانم شاکری ندیدیم بازی. خیلی خیلی بد شد که خانم شاکری این بازی رو ندید. خانم شاکری کیه؟ بابا حالا داستان داره میگم بهت. همون که جربه رو تو جونی میکنه شنگی. خانم شاکری دیگه همون بود که جربه ها رو با شاخش جوز کرد. اونجا باد ویل رنجره که باد آریایی رو تقدیم میکنه رو تیم اوجی. باد سطخ آریایی، باد خاک آریایی، باد نوتیل و تمام وجود اونجا داره فرم کنه. یه تارگت خوب پیدا کنه برای فیت دادن دوئل که پیدا نمیکنه، میکشنش. سباستیان رو اونجا میزنن و بالاخره شرمسار 4:44 دو تا کیل دیگه هم میگرفتن. میگم واقعا میخندید. نه دیگه ری تو عددا دیگه. زای ری تو اینفینیتی و عدد و عجب بازی سم میبودید. خیلی بازی سم اول کاری دیگه بلا سر اوجی بیو. خیلی بد رفتن لور را که تقیق هرچی بازی یک ما آنالیز کردیم تحلیل کردیم. آره لذت بازی رو مسخره بازی قشنگ کمپلیت شت شو شت شو. ببین آخه حقشون حسین بابا احساس، ببین جدی میگم گیم دو احساس میکردم که من
دارم بهتر از نوتل درفت میکنم، نمیدونم یعنی من هی نوتل درفت میکرد، هی اینجوری بودم حاجی یا من کسخلم نمیفهمم از گیم، یا نوتل دیگه واقعا ریده. اورسا رو چرا نوتل نزد الان؟ چیزو چرا نوتل نزد؟ تینکر رو چرا نوتل نزد؟ خب چیزو چرا بند بنده خدا 0-11 تو قشنگ من هی تو درفت میمونم چرا اینجوری داره میکنه؟ یعنی اصلا عجیب بود. تیم سیکرت رو نگاه کن، وی رینجر 10 تا بونس دمیج، نیشا 10 تا بونس دمیج، با تیم که آها 10 تا 10 تا 10 تا 10 تا خیرات شب چهارشنبه بود. اینو کشیدم آقا بیکینی کردم بگیره، رفته بود دوئل گرفته بود و میرم میداد دوئلو. اسد خیلی گیم عجیب بود. خب من سومیل نوتیل الان ریپورت اوورواچشو بدیم با این آیتما، با این پیک بند میشه بنده خدا. من آره ترام کوید نمیدونم، جدی نمیدونم. ببین این ور هم مگنوس رو نشون داده بودن، هم وین رنجر رو نشون داده بودن، هم انچنترس و اورسا، هر سه تا اینا رو پاره میکنه. آقانی من میخره از تو آر پی در میاد، نمیدونم از تو شکل شاد در میاد، نمیدونم تو لاین اصلا انچنترس براش مهم نیست، اسلو نمیشه وقتی انچو میزنه. اورسا خیلی خوب بود واسه اوجی، از این ور تینکر همینطور. بعد اون اش بعدم بازی کردم، ببین سر روشن سومیل خیلی زود ول کرد رفت فارم، انگار حواسش نبود. ببین اورسا درسته که روشن رو میتونه بزنه، ولی اورسا انچنترس خیلی راحت و روشن میزنن، سر اینکه اصلا آیتم نمیخواد اورسا. انچنترس یه یونیت میاره تانک میکنه، بعدم اصلا خودش تانک میشه هیل میکنه، اورسا روشن میزنه. یعنی اورسا فیری اون روشن رو بدون اینکه بش بشه میزنه، خیلی فستر از حالت عادی میزنه. اینو اصلا دقت نکردن، یه دونه انشنت کریپ زد اون ور روشن رو دادن، نمیدونم تینکر کل مدت داشت فری فارم میکرد، بعد اصلا خودت هودوینک به تینکر رو خراب کرد تابسون. من احساس میکردم هودوینک بعد میزد تو لاین ذره فشار میداد تابسون رو، ولی مسک یبسار یکی دوتا روتیت خوب کرد لاین رو، آلردی واسه چیز در آورد، لاین رو در آورد واسه نیشا، نیشا هم آلردی زده بود لاین، یعنی تاپ چیزی ابسور اومد دو برابر تاپسون عقب افتاد احساس کرد. آخه نری ما کاری نمی کردیم بود وینکه که بنده خدا، فقط لیزر میخورد یونیتاش دینای میشد. دیدی که دقیقه چنده باز؟ دقیقه 3 و 4 بازی بود 15 تا یونیت دینای کرده بود. آخه ایکون شات، آخه وقتی ایکون شات داری چجوری یونیت دینای میشه حسین؟ آخه همین ببین خب آخه دمیج میخورد دیگه، انقدر دمیج میخورد رفته مگر اینکه همین دیگه، مگر اینکه بعد بازی کنی دیگه، ایکون شات تو بزنی بعد لیزر بزنی دینای کنه. اتک هودوینک از تینکر بهتره، بعد واسه لیزرش هم ایکون شات داره، لحظتشو میزنه هودوینک. یعنی من هر جوری حساب کردم این باطل داشت اینفیوز رین دراپ هم خریده بود اون لحظه، اون موقعی که اینفیوز رین دراپ خریده بود این طرف سورینگ نیشا رسیده بود دستش، یعنی بعد تازه یه کوچولو بعدش که این تمام میشه بوتشو میخره، این بعد دیگه حالا آره دقیقه 10 بازی 9 و 10 بازی دگرش میاد، یعنی مجبور شده بود بره یه آیتم دیفنسیو بخره مثل اینفیوز رین دراپ که فقط بتونه تو لاین یه ذره بیاد جلو، چون تا میمد جلو میسایلا رو میخورد لیزر رو میزد بهش، یه دفعه 60% اچ پیش میرفت، یا بعد میرفت فقط پر میکرد باتل و هم داشت که خب باتل بعد اون دقیقه 4 دیگه اونقدی باتل گیرش نمیومد، لیزر هم پر کرده بود نیشا. من معمولا آره. دارم میسایل پر میکنن تینکر رو، ولی نیشا لیزر پر کرده بود. یه نکتهش هم همینه، لیزر پر کرده بود چیز میکرد، لیزر که از ریندراب رد نمیشه لیزر هی میزد ریفرش میاد لیزر میزده بهش، سر اینم احتمالا بوده نیشا باهوش بازی کرده.